ادامه نامه 38 محمد نوریزاد به رهبر. 10. پس قبول داریم که شما اکنون در یک بنبست ولایی گیر افتاده اید و در این بنبست از آسمان و سجاده و راه پیمایی 40 هم کاری بر نمی آید. خیالتان راحت. شطرنج بازان زیرک با پیچاندن اوضاع شما را به همان راهی در انداختن که می خواستن. در این بازی شطرنج شما خیلی وقت است که از جایی به جایی کیش می شوید. از افغانستان به جنگ 8 ساله، به عراق، به عربستان، به یمن، به بحرین، به نیجریه، به سوریه، از تسخیر این سفارت تا دیگری و اکنون سوریه تمام نشده، تحریم های تروریستی سپاه. اگر نیک بنگرید در تحریم های هسته‌ای و در هیاهوی برجام شما به ناچار و زانو بر زمین بتون بر قلب راکتورهای هسته‌ای نریختید، بل بتون را بر قلب و بر فرق مردم ایران ریختید. چه طنز اشکباری است این که شما دست به جیب مردم برده اید و پولشان را دود کرده اید و سرآخر بتون بر کله هایشان باریده اید. در کجای جهان چون این مردم خمیری پیدا می شوند؟ یک جا نشان من بدهید، ای بگم چی بشی سعید توسی. 11. من این بندهای یا دهگانه را برشمردم تا بگویم شما در بندهای چند به چند گرفتارید، جوری که سر به هر طرف بگردانید. پیشا پیش راه را بر شما بسته انزیرکترها و این همه ناشی از اطفار ولایی شماست. دیگران را مقصر ندانید. من این پندهای دهگانه را گفتم که بدانید شما همه راه های خودخواسته را رفتید و مزه ای نبوده که نچشیده باشید. حتی مزه چزاندن مخالفان و رقیبان داخلیتان را. مرا با اینکه شما به راه پیشنهادی من داخل می شوید یا نه کاری نیست. گاه افتاده زخمین و خسته ای خود را از اعماق یک چاه ژرف بیرون می کشد، اما دیگری از استکان درون خیش بیرون نمی شود. 12. از همان سالهای پیش از انقلاب شما با ورود به هر شهر باید لباس همان مردم را می پوشیدید. درست مثل لباس ارتشی که در همان یکی دو باری که به مناطق جنگی رفتید بر تن کردید. اصرار شما بر پوشیدن عبا و عمامه در هر کجا نیاز شما را میرساند به نمایش برتری عبا و عمامه بر هر لباسی. اکنون در این دیرگاه ورشکستگی پیشنهاد میکنم لباس یکی از اقوام ایرانی را بپوشید و روز 7 آبان ماه با ما به پاسارگاد بیایید. پاسارگاد و برکشیدن ادب انسانی کوروش. شاید این تنها راه باقی مانده برای رهایی مردم ایران از این ورطه‌ای باشد که شما به اسم خدا پیش پای ایرانیان و نسل‌های برنیامده‌شان حفر فرموده اید. در ادب انسانی کوروش این مردمند که با هر باور و تمایلی که دارند بها می‌یابند. 13. در ادب انسانی کوروش سرودی خوانده می شود که انسان آزاد است، انسان محترم است، انسان حق دارد. این سرود انسانی قرنهای قرن است که در همان چفیه ای که شما به گردن دارید به خاک مالیده شده و در بساط شاهان ولایی به هیچ گرفته شد. در سرود ولایی شاهان خوانده می شده انسان بنده و ذلیل خداوند است و ذلیل نمایندگان خدا و پادشاهان همان نمایندگان خدایند بر زمین. پس مردم از همان حقی بهره مندند که نمایندگان خدا قطره اش را در کامشان می افشانند. از سر منت. 14. در ادب انسانی کوروش همه اقوام، همین که ترکند و کردند و عربند و فارسند و ترکمنند و لورند و بلوچند و سرخ پوستند و سیاه پوستند و اروپایی اند و آمریکایی اند و چینی اند و هر کجایی اند و با هر لباس و آیین و مرام و زبانی که دارند در کانون درستی و راستی جای می گیرند، نه اینکه چون شیعه اند و سنی اند و مسیحی اند.
پس بر دیگران سرورند. در ادب انسانی کوروش برتری طلبی های قومی و مذهبی جرم است. در ادب انسانی کوروش شما و همه آیت الله های برتری طلب مجرمان نابخشودنی هستید. 15. اگر توانستید از استکان درون خود خارج شوید و اگر توانستید لباس یکی از اقوام ایرانی را بپوشید، نیز حتما تشیع غلیظ خود را در بقچه شخصیتان بسته‌بندی کنید تا بتوانید با ادب انسانی کوروش به پاسارگاد بیایید. هرگز نگران آبروی خود نباشید که ای بسا با این هیبت از چشم آیت الله ها و طرفدارانتان بیفتید. آبرو را در میان مردم باید جست، وگرنه هر بی آبرویی در میان هواداران خود با آبروست. در میان مردم که باشید و بر کوروش که طواف کنید، آبرویی پیدا می کنید افزونتر از هر گمان و آرزویی. 16. در ادب انسانی کوروش حق مردم و مال مردم از آن مردم است، بی هیچ شکافی در این میان. در ادب شیعی شما اما همه حق و همه دارایی ها از آن خداست و شما نیز نماینده تام الاختیار خدا. میبینید تفاوت این دو ادب را؟ به ادب انسانی کوروش که بها بدهید چشم مردم از هر کجای جهان بدین سو شتاب میگیرد و از خرابه هایی که برکشیده اید و از عاطفه هایی که خراشیده اید سبزه های ادب جوانه میزند. ادب کوروش شاید تنها راهی باقی مانده برای شما ای باشد که در بنبست استکانی خود گرفتارید. 17. شما که اجازه خروج از کشور ندارید و حتی اجازه طواف مکه را نیز، پس به طواف کوروش بیایید. طواف کوروش هرگز طواف یک انسان اساطیری نیست. طواف کوروش طواف گمگشتگی های انسانی است، طواف ادب است، ادبی که شمای شیعه را در برابر رنج یک هموطن بهایی و یهودی سراسیمه می کند و به زانو می نشاند. 18. مولوی یک خط شعر به ترکی ندارد، اما ترکیه زیرک توانسته از روستای خاکالود و افسرده قونیه یک قطب بزرگ گردشگری بسیار بانشاط برآورد و سالانه میلیاردها دلار از گردشگرانی که به قونیه میروند پول به چنگ آورد. راستی چرا دیوان اشعار مولوی در آمریکا نشان پرفروشترین کتاب شعر را بر خود نشانده است؟ این آیا به خاطر ارج و بهایی است که شما به مولوی داشته اید؟ 19. من درک می کنم مشکل ریشه ای شما با اصل و اساس گردشگری را، که مبادا دیگرانی از هر کجا بدینجا بیایند و مردمان موم ایران را به جاذبه های دیگری غیر از اسلام ولایی متمایل کنند و اینکه مبادا آوازه همان جاذبه های غیر ولایی انقدر فزونی بگیرند که فرصتی برای نمایش جاذبه های ولایی جناب شما باقی نگذارند، و یا لابد از این در حراسید که ای بسا گردشگران به همراه خود فرهنگ دنیا و چرخی و شادخاری و بیخیالی بیاورند و کم کم مردم مطیع و گوش به زنگ ایران را از راه به در ببرند. هرچه باشد شما برای موم شدن مردم ایران زحمت ها کشیده اید و زبری های اعتراضشان را نیک تراشیده اید. اسلام ولایی جناب شما خیال این دارد که هر طور شده مردم ایران را به بهشت آن دنیا گسیل کند. پس بدا به گردشگری که چشم به بهشت همین دنیا دارد. 20. ما روز هفتم آبان چشم به راه حضور شما ایم در پاسارگاد. لباس چوغای بختیاری بپوشید و کلاه نمدی بر سر گذارید و در پاسارگاد با مردم سخن از ادب انسانی کوروش بگویید و راه را برای با ادب شدن مردم بگشایید. به بسیجیان خود بفرمایید آن یک روز را هر جور که شده لبخند بزنند و یک هزارم شربتی را که از پول مردم برای راه پیمایان 40 کنار گذارده اند به زائران ادب انسانی کوروش تقدیم کنند. این چیزی که از شما نمی کاهد بسیاری بر ادب شما می افزاید. 21. اگر نتوانستید
از زندان مملکتی و از حصار نفسانی خود خارج شوید و به زیارت کوروش بیایید، پس این خواهش نوریزاد را بپذیرید و به مأموران امنیتی خود سفارش کنید آن یک روز را از گل خوشبوی حمام سعدی بیاموزند و خوشبو باشند. همنشینی با ادبان حتما در معاشران بی ادب اثر می کند. این را از کجا می گویم؟ از اینجا که چاقو کشان و قمه به دستان و فوش دهندگان و فریبکاران و دزدان و آبروبران و شب پرستان اگر مشتریان پر و پا قرص مذاهب باشند، هرگز در اطراف ادب انسانی کوروش آفتابی نمی شوند. 22. نیز این بگویم بسیار بسیار باور نکردنی و بی ادبانه خواهد بود که مأموران امنیتی شما بخواهند راه را بر مردمی که به طواف ادب انسانی کوروش می روند ببندند و بسیار بسیار بی ادبانه خواهد بود که مأموران امنیتی شما با الفاظی زشت بخواهند مردم با ادب را از اطراف مزار کوروش برانند و عده‌ای را بازداشت و زندانی کنند. اگر مأموران امنیتی شما با مردم تندی کنند و راه بر مردم ببندند، تابلوی نقاشی می شود جهانی که آب و رنگ ولایش این است: مردمی میخواهند از بیادبی ها خروج کنند و با آداب انسانی بیامیزند، اما مأموران امنیتی و ولایی شما مانعند. محمد نوریزاد، 22 مهر 96، تهران.